دوستان عزیز، همونطوری که قول دادیم داریم امشب شما رو میخواییم ببریم عروسی، ولی قبل از اینکه بریم عروسی میخواستم در این رابطه یک ماجرای رو براتون در میون بذارم و اون این مورش که چندین سال پیش یک توریست آمریکایی، یک یهودی آمریکایی میره یکی از کشورهای بلوک شرق که اجدادش از اونجا آمده بودن و میره توی کنیسایی که اجداد اونجا دعا میخوندن و مراسم اجرا میکردن. وقتی میره در این کنیسا متوجه میشه وقتی جماعت میان که مراسم نماز روزانه شون رو اجرا کنن، هر وقت یک از قسمتی از کنیسا رد میشدن بدون اختیار سرشون رو پایین میبردن و رد میشدن. میبینه این طرف که مردم هر کسی وارد میشه توی این کنیسا از اون نقطه به خصوص کنیسا که رد میشن سرشون رو ناخودآگاه میارن پایین و تعجب میکنیم اینه که ما در یهودیت همچین مراسمی نداریم، چرا اینا دارن همچین کار میکنن. این هستش که کنجکاویش به اونو وادار میکنه که از مردم تو اون کنیسا سوال کنه که چرا این چه رسمی هستش که وقتی شما از اون نقطه خاص کنیسا رد میشید سرتون رو میارید پایین. ولی تمام اون اشخاصی که اونجا بودن نمیدونستن و فقط این عمل رو انجام میدونن بدون اینکه برن به خاطر چی هستش. و این بود که بیشتر تعجب این شخص رو برانگیز میکنه و میره در اون کنیسا. یکی از کسانی که واقعا پیرمردی بوده که در اون گوشه کنیسا نشسته بوده علی سوال میکنه که این چه رسمی که شما دارید که وقتی که از این قسمت کنیسا رد میشید سرتون رو میارید پایین، ما همچی برنامه یا همچی مراسمی در یهودیت نداریم، این چه قضیهش از چه قرار هستش. پیرمردی که اونجا نشسته میگه جریان از این قرار هستش که ما چندین سال پیش، سالیان پیش، یک شاندلیه یا یه لوستر خیلی بزرگی وسط کنیسا بوده که وقتی مردم رد میشدن به خاطر که این خیلی ارتفاعش پایین بوده برای که مردم سرشون به این نخوره همیشه وقتی از این قسمت رد میشدن سرشون رو پایین میوردن که سرشون به این لوستر نخوره. و بعد این دیگه طور شده که تمام مردم کنیسا به این عادت کرده بودن که وقتی از این قسمت رد میشن برای که سرشون به اینجا اصابت نکنه سرشون میاردن پایین. و تا اینکه میان و این لوستر رو ور میدارن، ولی طبق عادت همیشه هر کسی اینجا رد میشده سرش رو میبوده پایین. این بوده که این عادت انتقال پیدا میکنه بچه های اون اشخاصی که در اون دوره بودن و سرشون میخورده به این لوستر و این عادت ادامه پیدا میکنه و همینطور مردم این جماعت بدون اختیار این عمل رو انجام میدن و این حالتی شده که مثل یک رسم شده توی کنیسا. دلیلی که من اینجا این داستان رو براتون تعریف کردم حکایت مراسم هستش که در ایران هستش و خیلی از مراسمایی که در ایران انجام میشه مردم شاید ندن واقعیت کنه از اصل این مراسم از کجا هستش و مثل همون اشخاصی که سرشون رو ناخودآگاه میارن پایین رو رد میشن مراسم هم در ایران انجام میشه ولی کسی بهش توجه نمیکنه و یا خیلی دیگه عادی شده برای مردم. یکی از این مراسم هایی که در ایران هستش مراسم عروسی هستش. شاید خیلی ها شما شنیدید که در داستان های قدیم میگفتن که در قدیم عروسی میگرفتن 7 روز و 7 شب. جریان 7 روز و 7 شب چی هستش؟ اگه مراسم بوده چرا دیگه این انجام نمیشه؟ یا چرا وقتی که در ایران عروس و داماد میخوان براشون خطبه عقد اجرا کنن روی سرشون یه پارچه سفید میگیرن و این مراسم رو زیر این پارچه انجام میدن؟ و برای پی بردن به این مراسم بازم بهتره که بریم سراغ مبدأ اصلی که اون یهودیت باشه. قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم راجع به این به خدمتتون عرض کنم که در یهودیت مراسم ازدواج کاملا تا اون مراسمی که در ادیان، فرهنگا و کشورهای دیگه اجرا میشه کاملا فرق میکنه. ما در عروسی 2 تا شخصیت داریم،
یکی مردی هستش که ازدواج میکنه که بهش میگیم خاتان، و زنی که به عقد اون مرد در میادش که بهش میگن کلا. حالا اگر دوستانی که فیلم قبلی من رو که در رابطه با ختنه هست ندن، لطف کنید برای اینکه بهتر درک کردن موضوع اون فیلم هم که راجع به ختنه هستش رو ملاحظه کنید که این مطلب باز یه مقدار دنباله اون مطلبی هستش قبلا ذکر شده. طبق فلسفه یهود یک مرد در این دنیا کامل نیستش تا وقتی که در زندگی خودش سه مرحله رو طی کنه. یکی از مراحل هستش که در بدو تولد هستش که وقتی یک پسر به دنیا میاد روز هشتم تولدش اونو ختنه میکنن، که کلمه ختنه همون خاتانی هستش که در فارسی ازش استفاده میشه، که دقیقا همون کلمه خاتان رو وقتی که شما بیاد به حروف عبری و عربی و فارسی تبدیلش کنی میشه همون ختنه. ختنه یا خاتان به این معنی هستش که یعنی وابسته شدن و اتصال پیدا کردن. حالا به چی وابسته و به چی اتصال پیدا میکنه اینو خدمتتون عرض میکنم. پس یک مرد در سه مرحله باید خاتان بشه. یکی خاتان بریت میلا، که همون بریت میلا همون ختنه هستش که در روز هشتم تولد انجام میشه. بعد یک پسر در سن 13 ساله که بر میسوا میشه، که اونم فلسفه جداگانه بعدن با امید خدا براتون توضیح خواهم داد، که میگم خاتان بر میسوا که ختنه بر میسوا. و یه سومی مرحله زندگی یک مرد که تکمیلش میشه که وقتی از که داماد میشه و میره چکار زیر خوپا، که کلمه خوپا هم براتون توضیح خواهم داد، که این سومین مرحله زندگی یک مرد اینو کاملش میکنه. پس بعد به تولد 13 سالگی وقتی ازدواج میکنه. پس یک مرد احتیاج به تکمیل شدن داره. در این وسط یک نقش زن در این اینجا چی هستش؟ کلن طبق فلسفه یهود یک زن در این دنیا به غیر از اینکه خالق هستش و باعث میشه که انسانها تولد پیدا کنن، هم وظیفه تولد بچه و تربیت بچه رو به عهده داره و هم تربیت کننده و تکمیل کننده مرد هستش، که با امید خدا در جلسه بعد هم راجع به تقدس زن صحبت میکنیم، که متاسفانه زنها در این مسئله باید خیلی دقت کنند که واقعا تقدسی که زن در یهودیت داره اینو هدف قرار میده برای اون نیروهای منفی که در این دنیا میان چیکار میکنن. این تقدس و این قدوسیت رو دارن هدف میگیرن، چه از طریق مسائل منفی، چه از طریق مسائل مادی، از طریق حسادت ها و مسائل دیگه که در این دنیا مرسوم است. این زن رو که مظهر تقدس هست رو واقعا هدف قرار میدن و اون از اون مأموریتی که در این دنیا داره رو واقعا جداش میکنن. پس یک زن در شب عروسی بهش میگن کلا. کلا از کلمه کل میاتش، و کلمه کلا یعنی تکمیل کننده. زن قبل از که ازدواج بکنه، قبل از که به ازدواج مرد در میاد، یک دختر در عبری بهش میگن بت، بت تاف. در مراسم یهودیت وقتی که ازدواج میکنه یک زن و مرد، ما این مراسم رو در زیر یک جایی به عنوان خوپا انجام میدیم، که کلمه خوپا یعنی کاور کردن، که معمولا و در به طبق قانون یهود ما در این مورد میام چیکار میکنیم؟ یک تلیت که اون پارچه سفید رنگی هستش که در چهار گوشش اسم معظم خداوند گره زده شده رو در دست میگیرن چهار نفر، که این چهار گوشه رو دست میگیرن و این دو زوج میرن زیر این خوپا، که این خوپا نشون دهنده یک سرپوش، یک خانه و یک محلی هستش که دو نفر درش چیکار میکنن، میخوان سکنا بگذارن. پس کلمه خوپا از کاور کردن یا پوشش میادش، که این رسم
که در ایران هم مرسوم بوده که الانم به صورتی که الان میبینید که در ایران رسم هستش که مردم وقتی ازدواج میکنن زیر یه پارچ میرن، برمیگرده به زمانی که یهودیت در ایران خیلی رواج داشته. یهودیانی قبل از اینکه به زور یا با شکنجه و ارعاب تغییر مذهب بدن این مراسم رو انجام میدادن، که بعد از اون که متاسفانه با زور و شکنجه و ارعاب خیلی از یهودی ها رو مجبور کردن که دینشون عوض کنن، ولی این رسم ناخودآگاه کم 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 مرسوم میشه و رنگ خودش رو به این صورت در میاره که به صورت پارچه سفید رنگ هستش که عروس و دامن زیرش میشنن. پس خوپا سمبل یک بنای یک خانه هستش، کاور. کلمه خوپا که خط پی هی هستش، میشه به جای ه در آخر اگه الف هم قرار بگیره میشه خفا. خفا یعنی همونطوری که در فارسی هم میگیم در خفا کاری انجام میشه، در یک جای خصوصی این انجام میشه که میگم یک خانه با یک خانه باشه که حالت پرایویسی داشته باشه. و کلمه خفایی هم که در فارسی هست از یک ریشه هستش با کلمه خوپا. حالا جریان هفت روز هفت شب چی هستش؟ طبق قانون یهود وقتی که ما میایم براخا یا اون برکت، کلمه براخا هم در قبل توضیح دادم که براخوت، اگه کلمه براخوت رو بنویسیمش به عبری و تبدیلش کنیم به حروف فارسی و عربی میشه همون برکت که همون معنی هم میده. ما در شب ازدواج میبایستی هفتا براخوت یا هفتا برکت خونده میشه برای اون عروس و داماد. دلیلی هم که هفت هستش این هستش که هفت در یهودیت سمبل طبیعت هستش و طبیعت چه نقشی داره برای این عروسی؟ به این خاطر که وقتی که خداوند میاد و دنیا رو میآفرینه، طبیعتی درست میکنه که مبدأش بر روی هفت هستش. به خاطر همین هستش که شش روز آفرینش داریم و روز هفتم که روز شبات هستش که شبات مقدس خونده در تورا. پس میبینیم که تمام چیزهایی که در این طبیعت ما میبینیم در تورا ذکر میشه، اگه عدد هفت درش به کار میره، این عدد هفت نشوندنده طبیعت هستش. و جالبه که تمام مراسمی که در عروسی انجام میشه که در جای کلمه عروسی هم براتون توضیح خواهم داد، این همش بر روی عدد هفت میگرده. حالا مراسم ازدواج در یهودیت دو قسمت داره. قسمت اول بهش میگیم اروسین و بعدش قدوشیم. اروسین که اگر ما بخوایم به فارسی تبدیلش کنیم میشه الف یود رش واف سامخ یود نون، که باز کلمه ایروسین رو اگر بخوایم ریشهش رو پیدا کنیم، جالب هستش که با وجودی که ایروسین با الف شروع میشه ولی ریشه و فعلش از اروس میادش، عین رش سامخ، که اگر به فارسی عربی تبدیلش میکنیم میشه عروس. حالا کلمه عروس یعنی چی؟ یعنی آمیختن. و کلمه اروس یعنی چی با الف؟ یعنی نامزد شدن. ولیکن به خاطری که فلسفه ازدواج میخواد این کلمه نشوندنده ایروسین میخواد نشون بده که عروسی راجبه چی هستش، به جایی که ایروسین رو با عین درست کنن که شورشش یا همون فعلش با ایروس هستش که عین هست، ما آمدیم چیکار کردیم؟ با الف مینویسیم اونا. دلیلش هم اینجا هستش که پس شد ایروسین بر فعل ایروس میادش، عین رش سامخ یعنی عروس که در فارسی هم میگیم عروس، یعنی آمیختن، پیوند برقرار کردن. حالا چرا شده ایروسین؟ همطور که عرض کردم ما دو قسمت در ایروسین ازدواج داریم. یکی ایروسین هستش که در این ایروسین براخایی که گفته میشه یا برکتی گفته میشه، این برکت به این صورت هستش که در این برکت میگه که خداوند در اینجا داماد به عروس میگه که اینک
تو به عقد من در میایی با این حلقه طبق قانون موشه و اسرائیل. حالا وقتی داماد میاد عروس رو زیر خوپا میبره، یه حلقه دست میگیره که میکنه انگشت عروس. حلقه در یهودیت بهش میگن تبعت، که تبعت فعلش تبع هستش که همون طبیعت هستش، که خود تبعت هم وقتی می‌نویسی هم معنی حلقه میده، ولی وقتی می‌نویسی همون طبیعتی که ما در فارسی هم داریم هم از اون میاد، یعنی شورشش تبع هستش که همون طبیعت هستش. حالا تبعت چه کار داره به طبیعت؟ همطور که عرض کردم در آفرینش خداوند میاد چیکار میکنه؟ یه طبیعت رو درست میکنه که مبداش بر روی عدد 7 هستش، که در تورات خداوند دستور میده به زن و مردی که اونجا آفریدتشون، به غیر از این خداوند میاد و دنیا رو در این آفرینش درست میآفرینه، چیز دیگه هم آفرینش خداوند میآفرینه و اون چی هست؟ ازدواج هستش. آدم و حوا رو چیکار میکنه؟ به هم پیوند میده. به خاطر همین ما در عروسی دو قسمت داریم. یه قسمتی هستش که در اولش خونده شدم که گفتم که اینک تو به عقد من در میایی با این حلقه طبق قانون موشه یا حضرت موسی و اسرائیل. قانونی هستش که خداوند در صحرای سینا، در پای کوه سینا وقتی ده فرمان رو به یهودی ها میده، بهشون قانون ازدواج هم میده که چطوره میتونن ازدواج کنن، با چه کسانی میتونن ازدواج کنن و با چه کسانی نمیشه ازدواج کرد. پس در این مراسم ازدواج ما میام دو تا یادآوری میکنیم. یکی این که ما این عمل رو انجام میدیم طبق قانونی که خداوند به موشه در و اسرائیل گفته، و بعد در براخهای بعدی میام چیکار میکنیم؟ میام ذکر میکنیم که خداوند دنیا رو آفرید، آدم و حوا رو آفرید و الی آخر، و همه ذکر هستش از آدم و آدم و آدم. حالا چرا شب عروسی چی ربطی داره به آدم؟ همطور از کردم که خداوند به غیر از این که طبیعت و آفرید، چیز دیگه هم که خلق کرد ازدواج و آمیختن زن و مرد به هم دیگه هسته. چرا که خداوند دستور میده به آدم که شما باید پوروو و اوروو، یعنی پوروو میشه همون پروار شدن و پرورشی پیدا کردن، برید و زیاد شوید و دنیا رو پر کنید با انسانیت و آدمیت. پس ما در شب عروسی میام چیکار میکنیم؟ دو قسمت داریم. یکی این هستش که به اون قسمتی که خداوند به ما دستور داده به حضرت موسی که به یهودی ها بگه، که در این براخه اول و این میگیم که داماد میاد حلقه رو که حلقه به طبعت معنی میده، که طبیعت رو برای ما به نشون میده، به انگشت میکنیم. و چون چرا حلقه؟ برای که حلقه یک چیز گرد هستش و نشون دهنده این هستش که همینطور که در طبیعت حیات طبیعت بستگی به چرخش و حرکت داره و یک حرکت چرخشی هستش، به همین طریق این حلقه نشون دهنده طبیعت هستش. به خاطر همین خود کلمه حلقه هم طور که عرض کردم همون معنی طبیعت هم میده. پس نشوندن این هستش که شما ازدواجی که میکنید برای چی هستش؟ برای رسیدن به اون هدفی هستش که خداوند شما روز اول آفریده. میدونیم که طبق فلسفه یهود وقتی خداوند حضرت آدم و حوا را آفرید، اینها یک زندگی ابدی داشتن، ولی به خاطر اون مسائلی که بعدا بهش پایین بعدا که حالا چه خطای حضرت آدم بود یا نه، اینا درجهشون میاد پایین و از اون گل ایدن یا اون عالم ابدی که عالم ابدی که بودن میان در این دنیای خاکی طبیعی. به خاطر همین ما برای رسیدن به اون درجه اولیه که خداوند به حضرت آدم میآفرینتش یک چیز ابدی بوده، ما چیکار میکنیم؟ بایستی این ازدواج انجام بدیم. یک مرد بایستی بیاد با یک کلا که تکمیل کننده اون هستش ازدواج کنه، که نسل‌هایی که به وجود میاتش یه حالتی هستش که در این طبیعت چرخشی که بر به زمانی برسیم که انسان با تکمیل شدن خودش به اون هدف واحدی که روز اول بوده و اون آدمی که واحد بوده به اون هدف برسه. چرا که طبق فلسفه یهود حضرت آدم و حوا در روز آفرینش اولیه با هم واحد بودن
و به هم چسبیده بودن که بعد اینا از هم جدا میشن که میگن فلسفه این یه فلسفه خیلی عمیقی هستش که اگه خدا بعد وقت کرد به من فرصت داد راجع به اون صحبت خواهیم کرد. ولی فلسفه ازدواج برمیگرده به اون، برای اون واحد شدن و یکی شدنی که از ذات آدم و حوا در روز اول آفرینش اینطور به وجود آمده بودن. پس در ازدواج ما دو تا چیز رو متذکر میشیم، یکی که قانونی که خداوند به ما داده به توسط موشه، و یکی این که فلسفه ازدواج ما یادآوری میکنیم که ما این کار انجام میدیم که برگردیم به روز اولی که واحد بودیم و خداوند ما رو در یک دنیای والا و گن ایدن یا اون دنیای موعود ما رو در اونجا آفریدش. پس در این قسمت دوم که بهش میگیم قدوشین، یعنی قدوشین هم از قدوش میادش، یعنی مقدس شدن. قبلا هم گفتم که قرنه قدوش همون کلمه قدس هستش که در عبیه هم هستش، ولی اینجا شین تبدیل میشه به سین طبق همون فرمولی که در بارها ذکر کردم. مقدس شدن، چرا مقدس شدن؟ برای که ما میخوایم چیکار کنیم؟ خودمون رو به اون واحد بودن اولی برسون و اون تقدسی که خداوند روز اول ما رو آفرید بهش برسون. پس یک ایروسین داریم که ایروسین از عروس میادش، یعنی آمیختن، و این آمیختن توسط خاتانی هستش که میخواد بره چیکار بکنه؟ اون خاتان اتصال پیدا کنه به این تکمیل کننده که کلا هستش، که این کلا یک زنی هستش که تکمیل کننده این نقش مرد در این دنیا هستش، که بعد میرن زیر خوپا. و در این خوپا وقتی قسمتی که قدوشین دوم هستش که ما داریم قسمت انجام میدیم، در اینجا هستش که کتوبا خونده میشه. کتوبا همو از کلمه از کتاب میاد، از کتیبه میادش، که اگر به یک بخوایم که و به همو کاف بنویسیمش و تاو هم به صورت تاو بنویسیمش، میشه خطبه‌ای که در ایران هم مرسوم هستش. ولی در اصل کتوبا که میشه اون هم فعلی هستش با خطبه یا خطیبه یا خطاب کننده، همون چیزی هستش، همون فلسفه هستش که در دین یهود هستش، که در این قسمت اون ربایی و کسی که داره مراسم انجام میده تمام وظایف داماد عروس چیکار میکنه در این کتوبا که نوشته شده هستش و توسط دو تا شاهد معتبر باید امضا شده باشه، اینو به دست عروس و داماد میدن. بعد اون حلقه کردن دست عروس و داماد زیر خوپا این مسئله رو چیکار میکنه؟ کامل میکنه، به این صورت که طبق فلسفه یهود به غیر از زن و مرد که اینجا با هم ازدواج میکنن، یک شخصیت یا یک عامل سوم هم هستش که این وصلت رو کامل میکنه، و اون هم ذات مقدس خداوند هستش که ما به عبری یودکی وافکیو میگیم، که ولی تلفظش رو چون که ما در اون لول نیستیم نمیتونیم اسم اعظم خداوند رو به زبان بیاریم. یودکی وافکیو از 4 حرف تشکیل شده که این وقتی که زیر خوپا زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، اون ذات یا شخینایی که از ذات مقدس خداوند هستش میاد و در این وصلت این وصلت رو تکمیل میکنه، به این صورت که داماد وقتی که حلقه رو دست میگیره، این حلقه طبق فلسفه یهود نقش یود اسم معظم خداوند داره، دست خود داماد ه هستش که حرف دوم اسم معظم خداوند هستش، حرف سوم اسم معظم خداوند واف هستش که اون انگشت کلا یا عروس هستش، و هی آخر اسم معظم خداوند دست عروس هستش که میاد و این حلقه میره در اون انگشت کلا یا عروس. پس در این موقع این حلقه نشوندنده این هستش که یودی که مظهر تمام قدوشاهای دنیا هستش اومده در بین این عروس و داماد نشسته. به خاطر همین یک دختر قبل از ازدواج بهش میگن بت، همطور که عرض کردن بت تاف. وقتی یود میاد در وسط این میشه بیت، میشه خانه. به خاطر همین یک زن خاتون یک خونه هستش. به خاطر همین بت وقتی که یود که همون حلقه بودش که میاد بر دست این میشینه، نشوندنده هستش به اون زن، به اون مسئله تقدس یهودیت بهش گفته میشه که این تو الانه
اومدی و چکار کردی؟ با خداوند شریک شدی و میخوای خلق بکنی یک نسل آینده رو. متاسفانه خیلی از خانم ها به این اهمیت نقششون واقف نیستن و میگم در مسائل ازدواج زناشویی مسائلی در اجتماع پیش میادش که این مسئله، این قدوسیت ازدواج گم میشه و یک لوس میشه و اون مأموریتی که یک زن در این دنیا داره رو فراموش میکنن، که میگم متاسفانه در این دنیای که همه چیز روی مسائل مادی هستش و اینا، چشما بسته میشه، گوشا بسته میشه و نمیخوان قبول کنن که یک زن نقشی که در این دنیا داره ورای اون مسائلی هستش که دنیای بیرون داره تبلیغ میکنه، بلکه یه نقش سازنده و خلق کننده هستش. و جالب هستش که ما در طی دوران تاریخ یهود میبینیم که تمام کسانی، تمام پیغمبران، چه حضرت ابراهیم یا ابراهام آوینو، اسحاک آوینو، یعقوب آوینو، حضرت موسی یا موشه که ما بشیم موشه، تمام پیغمبرانی که ما داریم کسانی که باعث شدن و اینها به مرحله پیامبری و بزرگی که الان داشتن برسن به خاطر زنهاشون بوده، یعنی زنهاشون بودن که باعث شدن که اینا به این درجه برسن. پس میبینیم که در دلیلی که به یک زن در شب عروسیش بهش میگن کلا، یعنی تکمیل کننده، به خاطر این هستش که این زن اینجا اومده چکار میکنه؟ داره شریک میشه با خداوند که چکار بکنه؟ اون خلاقیت رو انجام بده و این مردی که سه مرحله از زندگیشو گذرانده رو الان بیا چکار بکنه؟ به تکامل برسونه. پس در شب عروسی ما هفت براخا میگیم. حلقه که دست میکنیم نشون دهنده طبیعت هستش، گفتم سمبل هفت، عددش هفت هستش. و جالبه که خود کلمه ایروسی نم اگه نگاش کنید گویای این مراسم هستش. همونطور که عرض کردم به جایی که با عین شروع بشه که با در فارسی میگیم عین، با الف میشه. چرا که الف همونطور که در جلسه قبلم گفتم سمبل مسئله خداوند هستش، که چرا که الف از دو تا یود تشکیل شده با یک واف که همون میشه یود که واف کهوی، که دو تا یود داریم میشه 20، با واف 6 میشه 26، اسم معظم هشم ایروسین، که باز دو تا یود اینجا هستش که همون یودهایی هستش که شخینایی هستش که وارد میشه. و سامخ در واقع همون سین هستش که بعضی موقع به طبق اون کلمه که در جمله به کار میره به جای سین میشه سامخ. سامخ اگه دقت کرده باشین باز اینجا شکلش به صورت دایره کامل هستش که همون حلقه رو به نشون میده و همون چرخش طبیعت به ما نشون میده. پس ایروسینی که باید با عین باشه طبق فلسفه خود عروسی با الف نشون میده، که در این اینجا نشون میده که خداوند هستش که داره اینجا وصلت انجام میده، به این تقدس داره تقدس میبخشه. و سین سامخی هم که اینجا هست با نشون دهنده هستش این یک فعل و انفعالات چرخشی هستش و دارد نسل بر نسل ادامه پیدا بکنه. و تعداد خود حروف کلمه ایروسین هم هفت هستش، همونطور که گفتم طبق چیزی که هفت نشون دهنده طبیعت هستش. و جالب هستش که حالا می‌رسیم سر مسئله که چرا در ایران گفتن در قدیم در داستان گفتن هفت روز هست هفت شب. بعد از شب عروسی طبق قانون یهود هنوز عروسی تمام نشده و برای که به مدت هفت روز و هفت شب این ادامه داره، هنوز هم که از ما قانون رو داریم که هر شب ما میام این براخای هفتگانه رو که در شب اول عروسی خوندیم هر شب یکی یکی این رو تکرار میکنیم. به خاطر همین این داستانی که در ایران در داستان ها اومده که عروسی هفت روز و هفت شب برمیگرده به اون زمانی که یهودیت در ایران خیلی مرسوم بوده، مردم آشنایی داشتن و این مراسم ایروسین و قدوشین رو به مدت هفت روز و هفت شبی که طبق قانون یهود باید انجام بشه، که ما هم اینجا هم انجامش میدیم و در سراسر دنیا انجام میشه، انجام میدن. پس این دوتا مطلبی که در ایران هم
مرسوم هست، یکی که در داستان هست که هفت روز و هفت شب برمیگرده به این هفت براخا و هفت روزی که ما مراسم عروسی داریم. کلمه عروسی در فارسی که المطرح هستش برمیگرده به کلمه ایروسین که فعل ایروس هستش که همون عروس هستش، یعنی آمیختن و نامزد شدن. و کلمه خطبه که گفته میشه همون کتوبای هستش که با فعل کتوبا و خطبه یکی هستش. پس تمام این کلمات نشوندنده این هستش که در دوران قبل در ایران این مراسم توسط یهودی ها انجام می شده. همون لوستری که عرض کردم در اون کنیسایی که در یکی از کشورهای اروپایی در اون وسط بوده و مردم سرشون رو خم می کردن که این مراسم یهود، همون لوستر زیبایی بوده که در ایران روشن بوده، ولی متاسفانه چی بگم سارقین اومدن این لوستر رو بردنش و دزدیدنش. ولی خب بارو خدا رو شکر که ما هستیم، اقلا یهودیت در دنیا هستش که بتونه زمان رسیده که حقایق رو روشن بشه و مردم با واقعیت تاریخ یهودیان ایران آشنا بشن. پس از حالا وقتی که رفتید عروسی دیدید دارن خطبه میخونن، عروس هست، زیر پارچه میرن، میدونید که این مراسم از کجا اومده و میدونید که نقش یهودیت در فرهنگ ایران تا کجا هستش. با امید خدا در جلسه بعد سعی میکنم دنباله مطلب قبل راجع به حروف الفبا باتون صحبت بکنم، ولی همطور که عرض کردم بخاطر اینکه مطالب خیلی زیاد هستش سعی میکنم یک در میون یک سری مسائل فرهنگی ایران رو باتون در میون بذارم و همچنین مسائلی که در رابطه با حروف الفبا و گرامر و مسائل دیگه هستش که در ایران رد پای خیلی خیلی محکمی داره ولی مردم خیلی بهش عادت کردن. ولی خب وقتی براشون بازگو بشه دیگه فکر نکنم جای هیچ گونه شبهه و شکی باشه که این مراسم از کجا اومده و جدای ما، اجداد ما در ایران با چه مرارتهایی تونستن خودشون رو نگه دارن. طوری که در جلسه قبل گفتم و طوری که ربای داویدی ذکر کردن چطوری اجدادشون به زور اسلام آوردن و این فقط مختص به یک خانواده نمیشه و این یک چیز بودش که متاسفانه واقعیت تاریخی هستش که باید قبول کرد. ولی خب اینم یه قسمتی از زندگی هستش که بایستی ازش نتیجه مثبت گرفت که با امید خدا به زودی زود این مسائل گویاتر و کاملتر مطرح میشه. در همینجا باز از شما خواهش میکنم که اگر تا امروز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، خرجی نداره، فقط یک فشار به این اینجا هستش، دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و ما رو لایک کنید که لنکینگمون بارا بره. و اگر دوست دارید که این برنامه ها رو برای یادبود اشخاص بعد ذکر کنید نامشون رو، میتونید با من تماس بگیرید. تمام آدرس و اینا در آخر فیلم هستش. بار دیگر ازتون متشکرم که پای صحبت من نشستید. تا برنامه دیگر شما دو به خدا میسپارم. خدا نگهدار، روزتون خوش. در ضمن سیلیخود شروع شده، راجب سیلیخود هم صحبت خواهیم کرد که سیلیخود چگونه در اسلام هم رخنه پیدا کرده. یک ماه دیگه روش هشانه سال جدید عبری هستش که قبلا راجب روش هشانه صحبت کردیم، ولی خب امید خدا اگه وقت شد بار دیگر مطالب جدیدتر رو در این مورد براتون در میون میذارم. خدا نگهدار. بله، بادا 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 شالله مبارک.
بادا 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 شالله مبارک بادا عروس هنو